هرچنگایی خبرهای مرگ دست جمعی اعضای یک خونواده تو فضای رسانه‌ای کشور منتشر میشه. مرگ‌هایی که معلوم نیست در اثر فشارهای بیرونی مثل مشکلات اقتصادی، روانی، خونوادگی و یا چیزهای دیگه رخ میده. اما این پرونده بسیار عجیب و رازآلود با تمامی این پرونده‌ها تفاوت چشمگیری داره. به کانال تاپ تیوان خوش اومدین. شما بیننده و شنونده یک پرونده تازه از سری ویدیوهای ما هستید. پرونده حلق‌آویز کردن 5 نفر از اعضای یک خانواده به صورت همزمان به فجیع‌ترین شکل ممکن. اگه به این سبک از موضوعات علاقه‌مندین، خوشحال میشیم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. بریم برای ادامه ویدیو تا ببینیم ماجرا دقیقاً از چه قراره. بعد از ظهر یک شنبه مرد جوانی به اداره پلیس شهر نجف آباد رفت و گفت مدتی است که از همسرش جدا شده و دخترش پیش مادر همسر سابقش زندگی میکنه. اون مرد گفت که از چند روز قبل خیلی سعی کرده بوده که به خانواده همسر سابقش تماس بگیره تا بتونه برای چند روزی دخترش رو پیش خودش ببره، اما اونا تلفنشون رو خاموش کرده بودن و کسی پاسخ گوش نبوده. از اونجایی که ماجرا مشکوک به نظر می رسید، مامورهای پلیس با همراهی خود داماد خانواده به اون خونه رفتن. اما اونجا هرچی که در زدن کسی جوابشون رو نداد و درم کسی باز نکرد. به هر حال ماموران پلیس چاره‌ای جز به اجبار وارد شدن به خونه نداشتن و بعد از گرفتن مجوز از دیوار خونه بالا رفتن و بلافاصله شروع به جستجوی خونه کردن و در نهایت وقتی به زیر زمین رسیدن با صحنه بسیار هولناکی مواجه شدن. باور کردنی نبود، اما خب اجساد اعضای خانواده که در مجموع 5 نفر بودن تمامشون توی زیرزمین خونه پیدا شد. 4 از اجساد از طناب آویزون بودن و یکیشون هم روی زمین افتاده بود. صحنه بسیار وحشتناک و در عین حال همراه با صدها سوال که چطور امکان داشت همچین اتفاقی توی اون خونه رخ بده. در حقیقت پدر این خانواده مدت‌ها قبل از دنیا رفته بود و مادر خانواده هم بعد از فوت شوهرش به همراه 2 دختر، 1 پسر و 1 نوه‌اش توی اون خونه زندگی می‌کردند. همون نوه‌ای که گفتم پدرش با پلیس تماس گرفته بود و گفته بود چند روزی بود نتونسته با خانواده همسر سابقش تماس بگیره. بوی تعفن شدیدی توی زیرزمین خونه پیچیده بود و سر یکی از اجساد در اثر گذشت زمان از گردن قطع شده بود و بدنش روی زمین افتاده بود. پلیس برای اینکه این صحنه هولناک رو مردمی که پشت در خونه جمع شده بودن نبینن، در اولین اقدام جسدها رو با قرار دادن در پلاستیک‌های مشکی به آمبولانس منتقل کرد. اهالی محل هم با دیدن اون صحنه در بهت و حیرت فرو رفته بودن. نمیتونستن چیزی رو که دیدن باور کنن، چون اون خانواده یکی از خانواده‌های قدیمی اون محل بود. بررسی‌های اولیه پلیس روی اجساد نشون میداد که از مرگ اونها چند روزی گذشته و ظاهراً مرگ اونها قتل نبود و پلیس احتمالاً میداد که یک خودکشی دست جمعی بوده. دادستان نجف آباد هم به صورت رسمی اعلام کرد که شواهد حکایت از خودکشی داره، اما این چیزی نبود که زیاد منطقی به نظر برسه، چون امکان نداشت بچه‌های اون خانواده به خواسته خودشون بتونن دست به چنین کاری بزنن. شایعات و خبرها دهن به دهن بین مردم محل چیز دیگه ای از فاجعه رو روایت می‌کرد. اونا می‌گفتن در و پنجره‌های خونه تمام بسته بودن، آب و برق و گاز هم قطع شده بوده، انگار که اون خانواده می‌خواستن به سفر برن. بعضی از همسایه‌ها می‌گفتن که دست و پای اجساد تماماً با طناب بسته شده بود و این نمی‌تونست نشونه‌ای از یک خودکشی خانوادگی داشته باشه. یکی دیگه از نکته‌هایی که مردم محلی می‌گفتن موضوع پسر خانواده بود. اونا می‌گفتن که پسر اون خانواده آدم ناراحت و بی‌اعصابیه و بارها با خانواده‌اش و حتی با اهالی محل درگیر شده. گویا اون پسر اختلال روانی داشته و تحت درمان هم بوده. به هر حال همسایه‌ها اعتقاد داشتن که اون پسر تک تک اعضای خانواده‌اش رو بعد از فریب دادن به زیرزمین برده و بعد از کشتنشون خودش هم در کنار اونها حلق‌آویز کرده. یا اینکه ممکنه یک نفر از بیرون اومده باشه و بعد از بستن دست و پای کل اعضای خانواده اونها رو دونه دونه به قتل رسونده باشه و جسدشون رو توی زیرزمین گذاشته باشه. یعنی صحبت از هر احتمالی بود غیر از خودکشی که پلیس مأموری صحبت می‌کرد. اما دادستان نجف آباد قول داده بود که این حادثه رو به طور کامل بررسی کنه و جزئیاتش خیلی زود اطلاع رسانی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عصر روز جمعه خبری مبنی بر حلق‌آویز شدن 5 نفر از اعضای خانواده از طریق اهالی محل و همسایه‌ها به نیروی انتظامی اعلام شد. بلافاصله مأمورین ما
در معیت دادستان شهرستان و پزشکی قانونی و سایر افراد مرتبط در بررسی صحنه در واقع حادثه در محل حاضر شدن، مواجه شدن با جسد 5 نفر از افرادی که همگی حلق‌آویز شده بودند و جسدها هم فساد نعشی پیدا کرده که حاکی از اینه که چند روز از این حادثه گذشته. بلافاصله بررسی ها آغاز شده و الان هم تیم بسیار مجربی از مجموعه عزیزان انتظامی و پزشکی قانونی با نظارت دادستان شهرستان در حال بررسی ابعاد مختلف این قضیه هستند. بلافاصله بعد از اینکه بررسی ها انجام بشه و نتایجش اعلام بشه به اطلاع مردم عزیز خواهیم رسون. اون چی که مسلمه اینه که در حال بررسی موضوع با توجه به شواهد و قرائنی که در صحنه بوده و به صورت حلق‌آویزی بوده، مسئله قتل تاکنون مطرح نشده که متاسفانه برخی ها اشاره کردن و دستگیری هایی رو در این رابطه اعلام کردن. از افراد مطلع و مرتبط با این خانواده که از قبل نیز ارتباط داشتن و احیانا در ارتباط بودن با اعضای خانواده، خب طبیعی است که در بررسی و تحقیقات از وضعیت قبل از این حادثه تحقیقاتی رو انجام میدن. ممکنه افرادی احضار بشن، دعوت بشن و اطلاعات مرتبط با این تو بعضی از رسانه ها هم خبر تایید نشده منتشر شده که یکی نفر در رابطه با این پرونده دستگیر شده، اما هنوز هم تنها خبر رسمی همون گزارش اولیه‌ای هستش که توسط دادستان داده شده و توش احتمال خودکشی رو قوی تر دونسته. فعلا باید منتظر موند و دید که توی روزهای آینده چه خبرهایی در مورد این اتفاق هولناک منتشر میشه، اتفاقی که چندان به خودکشی شبیه نیست و امکان داره سرنخ‌هایی از قتل توش پیدا بشه. نظر شما در رابطه با این پرونده هولناک چیه؟ آیا این واقعا خودکشی خانوادگی بوده و یا اینکه قتل؟ ممنون میشم نظراتتون رو در رابطه با این پرونده برام در قسمت کامنت ها بنویسید و اگر هم هنوز عضو کانال نشدین با عضویتتون از ما حمایت کنید.